درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 277 اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. مبلغین مذهبی که حرفه اصلیشان ترساندن مردم است، در هنگام ترس رفتاری مشخص از خود بروز می دهند. اعصابشان به هم می ریزد، حرفهای بی ربط می زنند، افشاگری می کنند، به دروغ متوسل می شوند، خلافهایشان را توجیه می کنند و در مواردی حتی تهدید می کنند. در برنامه این هفته سخنان مقامات برجسته نظام مقدس و برخی اخبار مرتبط ارزیابی می شود تا فهم مشخصات ترس مبلغین مذهبی صاحب قدرت در ایران تسهیل شود. اصولاً مبلغین مذهبی و پیروانشون قادر به پنهان کردن ترسشان نیستند. سکته همزمان سه متهم بانک سرمایه. قاضی مسعودی مقام یکی از رؤسای دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد وقتی متهمان پرونده بانک سرمایه برای اجرای حکم احضار شدند، هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند. تازه اینا گیر خودیا افتادند. عدالت جمهوری اسلامی برای خودیا در موردشون اعمال میشه. پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمد رضا توسلی سه متهم پرونده بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به 20 سال حبس، 74 ضرب شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدن که چند هزار میلیارد تومان پولای مردم رو گم و گور کردن که دولت برای جبرانش دو مرتبه دست کرده تو جیب خود ملت. 20 سال حبس و انفصال از خدمت، اونم از این خدمت ها. این 20 سال هم معلوم نیست چند سالش تو مرخصی سفری میشه. با این عدالت اسلامی میخوان به مردم بگن عوض شدن، دیگه با فساد حکومتی برخورد میکنن، دستگاه قضاییشون عوض شده. استفاده از علوم حوزوی در ارتقای کیفیت قضاوت ها. رئیس دستگاه قضا در سفر یک روزه به قم به دیدار مراجع نظام تقلید رفت و از روند اقدامات قوه قضاییه و برنامه‌های آینده دستگاه قضا گزارش ارائه کرد. برای قناع دستگاه قضایی به لحاظ علمی، مراجع بزرگوار و علما و حوزه‌های علمی به ویژه حوزه علمی قم، ما نظرمون آن است که باید این ارتباط علت دوام باشه و اطمینان حضرات علما بر روند کارهای قضایی رو ضروری میدونیم. مگه تا الان غیر از این بوده؟ تمام رؤسای قوه قضایی اسلامی از روز تولد جمهوری اسلامی تا کنون آخوند بودن، از تو حوزه در اومده بودن دیگه. نصف قضات حکومتی هم دو مرتبه از تو حوزه در میان. همین الان هم دیگه چجوری اطمینان حضرات علما بر روند کارهای قضایی باید حاصل بشه؟ در همین دستگاه قضایی فعال حقوق کودک کار به تهدید امنیت ملی محکوم میشه و سردار خلبان شهردار سابق تهران بعد از بذل و بخشش 23000 میلیارد تومان از اموال عمومی کاندیدای ریاست جمهوری میشه. با اینکه از سر ترس میخوان به مردم نشون بدن دارن تغییر میکنن، ولی چون چیز دیگه ای بلد نیستن و سطح خردشون اجازه نمیده روش دیگه یاد بگیرن، همچنان از همون روش های شکست خورده قبلی استفاده میکنن. ما هرچی نیروهای در واقع نیروهای آموزش دیده حوزه ها و دانشگاه ها از علم و دانش بیشتر، از تقوای برتری برخوردار باشن، دستگاه قضایی میتونه کارش بهتر انجام میشه. انگار تا الان معیار قوه قضایی حکومت اسلامی قدرت منطق و استدلال یا آگاهی از دانش و حقوق انسانی بوده. در طول 40 سال گذشته معیار حکومت اسلامی همین تقوا بوده دیگه. با اجرای همین تقوای اسلامی یه عده برای بچه‌هاشون پورشه و مازراتی میخرن، یه عده هم برای سیر کردن شکمشون تو سطح زباله میگردن. این قاعده، یعنی اصرار بر استفاده از روش‌های شکست خورده قبلی، در رفتار تمامی مقامات حکومت اسلامی نمایان است. همچنانی که بهار استعدادهای زیر زمینی و استعدادهای طبیعی رو شکوفا میکنه، در بهار درختان میوه میدن، برگ و بار میدن، سایه میاندازند. در بهار طبیعت زنده میشود و استعدادهای درونی خودش رو بروز میدهد. کار هم همینجوره. چون در بهار درختان میوه میدهند و سایه میاندازند، پس کار مثل بهاره. یه نفر که تو عمرش یه ساعت هم کار نکرده داره به کارگرا توضیح میده کار چیه. یکی از وظایف بزرگ
جامعه اسلامی و مسئولان همینه که ارزش کار را برای افکار عمومی روشن کنه. دقیقاً. خودشون که کار نمی‌کنن، بالاخره کسی باید کار کنه دیگه. پس جامعه اسلامی در این شرایط باید ارزش کار را برای افکار عمومی روشن کنه تا مردم از کار بی‌مزد یا مزد ناعادلانه خسته نشن. روش جامعه اسلامی تغییر نمی‌کنه، فقط شدتش کم و زیاد میشه. رهبر جامعه اسلامی در شرایطی که با تصمیماتش نرخ بیکاری 20% حداقل به جامعه تحمیل کرده، موعظه میکنه، به مردم توصیه میکنه کار کنن. اگر این معنا به معنای واقعی کلمه روشن شد، ارزش کارگر اون وقت بالا خواهد رفت. یعنی الان 40 سال بعد از دوام و قوام حکومت اسلامی در کشور، ارزش کارگر پایینه. همین 6 ماه پیش نیروهای تحت امر ایشون و سربازان گمنام امامشون زدن دنده های کارگر شکوندن به جرم اینکه به نمایندگی از همکارانش به عدم پرداخت 6 ماه دستمزدشون اعتراض کرده بود. هنوزم در زندان نگهش داشتن. در 40 سال گذشته کارگران و کارمندان بسیاری به دست حکومت اسلامی تهدید، دستگیر، زندانی و شکنجه شدند. حتی به قتل رسیدن. این کار باید جهادی باشد. کار فوق‌العاده باید انجام بگیره در کشور تا رونق تولید به وجود بیاد. پاسداران حکومت اسلامی با سالی 20-30 میلیارد دلار قاچاق انواع و اقسام کالا به کشور زدن، تولید مملکت رو مزمل کردن. تقوای مدیریتشون نصف کارخونه‌های کشور به تعطیلی کشونده. حالا رهبر حکومت اسلامی داره به مردم میگه شما باید بیشتر کار کنید تا تولید کشور رونق پیدا کنه. اگر رونق تولید به وجود آمد، این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. از روزی که کلید واژه اقتصاد مقاومتی برای سرکار گذاشتن ملت اختراع شده، یه 7-8 سالی میگذره. در این مدت فقط دلار 13-14 برابر ارزشش بیشتر شده. اما مبلغین مذهبی صاحب قدرت از رو نمیرن. این به خاطر تقواشونه. وقتی اقتصاد مقاومتی شد، معناش اینه که جامعه نگران این نخواهد بود که فلان اراذل آمریکایی یا صهیونیستی یا غیره چه تصمیمی درباره نفت ما میگیره. پس این همه مقدمه چینی برای پاسخ به تحریم نفت بود. راهکار رهبر عظیم حکومت اسلامی برای حل مشکل جدیدی که آمریکا و اسرائیل و غیره به وجود آوردن، ادامه اقتصاد مقاومتیه. همین اجرای این سیاست ها حداقل حقوق کارگر رو به کمتر از ماهی 200 دلار کاهش داده. به جای اینکه دست از تروریست بازی در سطح جهان بردارن، به مردم میگن شما بیشتر کار کنید. اما مشکلی که در این کیسه به خصوص پیش اومده اینه که با تحریم نفت و کاهش درآمد جمهوری اسلامی، هزینه تروریست بازی اسلامی برای حکومت اسلامی به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. فلسفه وجودی جمهوری اسلامی زیر سوال می‌رود. البته میگن دشمن جمهوری اسلامی هستیم، اما دشمن ملت ایرانن، چون جمهوری اسلامی به مدد و کمک ملت ایران برپاست. بدون کمک ملت ایران نه جمهوری بود نه اسلامی بود. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه؟ برای همین جمهوری اسلامی ملت ایران رو سرکوب میکنه. ملت ایران رو در شرایط جنگی و نیمه جنگی نگه میداره. با رفتارش تحریم های فلج کننده به ملت ایران تحمیل میکنه تا هلال شیعی رو تقویت کنه. خودشون هم میدونن رفتار جمهوری اسلامی ربطی به خواست ملت ایران نداره. برای همین دروغاشون رو تکرار میکنن. کسانی هستن دنبال سوء استفاده خودشونن. من گفتم اول سال کارخانه رو، کارخانه سرپا رو از دولت میخره، حالا به چه قیمتی مون بحث دیگه. کارخانه رو از بین میبره، ماشین آلات رو به فروش میرسونه، کارگر رو بیکار میکنه، زمین رو برج میسازه. باید جلو اینا گرفته بشه. اینا جز وظایف اساسی دولت اسلامی است. این خودش یکی از محصولات دولت اسلامیه.
کارخونه که در حکومت غیر اسلامی ساخته شده بود و مصادره کردن، بعد به وسیله مدیران با تقوای دولت اسلامی به تعطیلی کشوندن و توش برج ساختن. اینا از شیرینکاریای بچه مسلمانایی که خیلی حس زرنگی میکنن، همونا که میگن ما جنمو خوبه. حالا دولت اسلامی از ترس تحریم نفت و دیگر تحریما میخواد به مردم ایران بگه دیگه از این کارا نمیکنن. توقع دارن مردم باور کنن. همین آدمی که جلوی اردوی مختلط دانشجویان و با سخنرانی میگیره از پس دزدا و فاسدین با تقوای حکومت اسلامی بر نمیاد. میگه من گفتم باید جلوی فسادها گرفته بشه. حالا اگر همچنان همونا، یعنی همون فاسدا صاحب همون کارخونه هان و کارگران معترضشون در زندانن، دیگه دست رهبر حکومت اسلامی نیست. برای این نیستش که خود رهبر بسیجیان دو عالم شریک اون فساد هاست. لابد برای اینه که حکومت اسلامی در برخورد با فساد ناکار آمده. شاید هم هر دو. همین مسئله واردات که اشاره کردن مسئله بسیار مهمی است. این همه هم تأکید شده. مقررات دولتی سفت و سختی هم برای اون گذاشته شده. باید این در مقام اجرا با قاطعیت اجرا بشه. یعنی الان اجرا نمیشه. بایستی اجرا بشه. این هم به همون دلایل بالا اجرا نمیشه. چون درآمد بخشی از سپاهیان حکومت اسلامی از راه همین واردات بدون پرداخت عوارض گمرکی یا همون قاچاق تامین میشه. دلیل اذعان به این ناکارآمدی های حکومت اسلامی توسط رهبر حکومت اسلامی هم همون ترس از تحریم های جدیده. بارها گفتن افراد خیرخواه و دلسوز، بنده هم تأیید میکنم که تحریم در موارد بسیاری به سود کشور است. تحریم در موارد بسیاری به سود کشور است. بعد اینا بال میزنن تا همون تحریما که در موارد بسیاری به سود کشور است رو دور بزنن. هر دفعه که یه تحریم جدید برقرار میشه خودشون رو به در و دیوار میزنن، به حقوق بین الملل آویزان میشن تا بلکه اثر اون تحریما کمتر بشه روشون. به سود ملت ایرانه. اینو افراد دلسوز و علاقمند و مطلع این رو بیان میکنن. بله یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه تحریم. تحریم بانکی، تحریم مبادلات بانکی، تحریم نفتی و غیره و غیره ممکنه یه مشکلاتی رو به وجود بیاره، اما در نهایت به نفع کشور است. باید اذعان کنم در این زمینه هم با آقای بزرگ موافقم. این تحریم‌ها در نهایت سبب میشن ملت از شر حکومت اسلامی خلاص شه، که این به نفع کشور است. تحریم موجب می شود که ما به خودمون مراجعه کنیم، دنبال نیازهای تولید نیازها از درون خودمون باشیم، ابتکارات خودمون رو شناسایی کنیم، بشناسیم. حکومت اسلامی فقط با تحریم به خودش مراجعه می کنه و نیازهاشو از درون خودش تولید می کنه. یعنی حکومت اسلامی خودش اصلا منبع نیازه. من به شما عرض میکنم، شما کارگر هستید، کارگرهای سطوح بالا هستید، بسیار از شما تحصیلات عالیه دارید. قدر بدانید این امکان را، این امکان تولید را، این امکان ابتکار را. انگار تا حالا ملت ایران از این امکان محروم بودن. از روز اول بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند سفارت اسرائیل رو اشغال کردن، یه سری تحریم به مردم ایران تحمیل کردن، به سفارت آمریکا حمله کردن، دیپلماتاشون رو گروگان گرفتن، یه سری تحریم دیگه به تحریم قبلی ها اضافه کردن، در لبنان بمبگذاری کردن، در گروگانگیری اتباع خارجی دست داشتن، یه سری تحریم دیگه، گروه حماس یه سری تحریم دیگه، برنامه هسته‌ای یه سری تحریم دیگه، برنامه موشکی یه سری تحریم دیگه، دخالت در سوریه یه سری تحریم دیگه، دخالت در عراق یه سری دیگه، همکاری با طالبان یه سری دیگه، دخالت در یمن یه سری دیگه. این همه تحریم رو سر مردم ایران گذاشتن، مردم رو با تحریم تو صف گوشت دولتی وایسوندن، بعد رهبرشون میگه قدر بدانید این امکان را. خب دشمن از طرق مختلف علیه ملت ایران و علیه انقلاب بزرگ ما و علیه نظام جمهوری اسلامی ما که فریاد عدالت رو سر داده در دنیا و ملت‌ها رو متوجه خودش کرده، این
همون توجیه خلافکاری ها بود در اثر ترس. اینو میخوان به زانو در بیارن. از طرق مختلف تلاش کردن و نتوانستن، ناکام شدن. حالا پرداختن به مسائل گوناگون اقتصادی و میگوین میخواهیم فشار اقتصادی بیاریم تا ایران رو به زانو در بیاریم. بدانند ملت ایران در مقابل اونها به زانو در نخواهد آمد. میده تکبیرم برایش بفرستم بعد از این حرفاش. بعد از اون همه شرارت ها حالا رفتن پشت ملت ایران قایم شدن. اینم از ترس است. ملت در مدیریت حکومت اسلامی بیکاری، فقر، کولبری، تنفروشی، بچه‌های کار، کارتون‌خوابی، زباله‌گردی، گورخوابی، حتی قارنشینی رو تجربه می‌کنن. معلوم نیست چه بلای دیگه‌ای بر سر ملت ایران بیاد تا رهبر بسیجیان دو عالم تشخیص بده ملت ایران در رنج و عذاب زندگی می‌کنن. علت اون تشخیص اینه که اون فشارها، همون فشارهایی که قراره مردم ایران تحمل کنن، به مسئولین نظام مقدس و تصمیم گیران حکومت اسلامی فشاری نمیاره. این حرکت اخیر آمریکا هم همینجور. اولا تلاشی که اینها میکنند در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم، میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم. به کجا نفت میفروشین؟ هیچکس اجازه نداره به طور رسمی از جمهوری اسلامی نفت بخره. بنابراین جمهوری اسلامی مجبور میشه به طور غیر رسمی یا همون قاچاق نفتشو بفروشه، که در این صورت نفت رو مجبور میشه زیر قیمت بفروشه. اینجا میخوره به مشکل بعدی که مربوط میشه به تحریم قبلی، یعنی پولشو نمیتونه بیاره داخل کشور. پس مجبور میشه دوباره یه باج دیگه پرداخت کنه تا بتونه این دفعه پولشو، پول همون نفتی که قاچاق فروخته رو به داخل کشور بیاره. و بدین ترتیب سرمایه‌های مردم ایران به باد داده میشه تا مبلغین مذهبی صاحب قدرت در ایران بتونن به حزب الله لبنان کمک کنن، جنگجویان حماس رو مسلح کنن و به کودتاچیان حوثی در یمن موشک برسونن. کار اونها بنابراین به نتیجه نخواهد رسید. این یک. دوم، دارن دشمنی میکنند. بدانند این دشمنی اونها بی جواب نخواهد موند. عرض نکردم در مواردی حتی تهدید میکنند؟ تهدیدات آبکی، یعنی میزان جدیت تهدیدات رابطه مستقیم دارد با توانایی ها. با توجه به توانایی هایی که جمهوری اسلامی از خودش بروز داده، امکان جدی گرفتن چنین تهدیداتی نزدیک به صفر است. رئیس جمهور خطاب به یکی دو تا از کشورهای منطقه که گفتن حاضرن جای ایران رو در بازار نفت بگیرن، گفت ایران به گردن این کشورها حق حیات داره و باید منتظر عواقب این کارشون باشن. پا میشن با ترامپ صحبت میکنن که ما میتونیم اگر ایران نذارید شما نفت صادر کنه ما جبران میکنیم، شما میتونید این کار رو بکنید، شما میدونید تبعات این یعنی چه؟ اساساً تهدیدات رئیس جمهوری که به تعهدات و وعده‌های خودش نمیتونه عمل کنه جدی گرفته نمیشه. اما جهت اطلاع عرض کنم که اگر واقعاً اهرام فشاری در دست جمهوری اسلامی بود، قبل از این تصمیم عربستان امارات فشاری بهشون وارد میکرد تا کار فروش قاچاق نفت ایران مشکل در نشه. ترامپ فکر میکنه با این بازی‌ها میتونه صادرات نفت ایران رو صفر بکنه؟ امکان پذیر نیست. صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد. ما نفتمون رو میفروشیم، به انهای مختلف میفروشیم. همون راهی که آمریکایی‌ها اسمش رو میذارن قاچاق که راه قانونی درسته. چه التماسی میکنه؟ خیلی خب، اصلا قاچاق نفت قانونی و درسته. خب از همین راه نفت مورد نیاز رو میفروشن و پول مورد نیاز رو هم دریافت میکنن دیگه. از این همه زجه مویه برای چیه؟ و آمریکایی‌ها دارن ظلم میکنن به جهان، نه به ایران. به تمام شرکت‌های نفتی دنیا دارن ظلم میکنن، به تمام واردکننده‌های نفت دارن ظلم میکنن، به بازار دارن ظلم میکنن، دارن به ملت آمریکا هم ظلم میکنن. قیمت نفت رو میبرن بالا. ده‌ها سال بعد در کتاب‌های درسی خواهند نوشت رئیس جمهور حکومت اسلامی برای شرکت‌های نفتی گریست.
حسن روحانی ناراحت ظلم به کمپانی‌های نفتی و بازار نفت شده. این دروغ هم نشانی ترس از اقدامات ترامپه. اگر یک چاوکشی تو خیابون بیاد دست یک آدم محترم مؤدبی رو بگیره به زور بکشه بگه آقا من میخوام با تو مذاکره کنم با بکشه ببره تو قهوه‌خونه بگه حالا چایی هم مهمون من ناهار هم مهمون من، مسلماً این آدم محترم با این لات مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهور حکومت اسلامی مثل بچه‌ها وایساده فوش میده به رئیس جمهور آمریکا. نطفه جمهوری اسلامی با لات‌ها و چاوکش‌های فدایان اسلام بسته شد. با همون روش اعتراضات دهه 60 سرکوب شد و همچنان با همون روش دنده کارگر میشکنند. بعد میگن ما با لات‌ها و چاوکش‌ها مذاکره نخواهیم کرد. درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. اینا با شیطان هم مذاکره کردن، چه برسه به لات و چاوکش. مردم ما به خوبی بدونن، چون بعضی ها تو ذهنشونه که آمریکا آماده مذاکره است، این ایرانه که سرباز میزنه. اصلا این چنین نیست، آمریکا اصلا آمادگی برای مذاکره نداره. پس ما تا الان فکر میکردیم آمریکایی‌ها میخوان به زور اینا رو ببرن تو قهوه‌خونه باشون مذاکره کنن. نگو اصلا آمریکایی‌ها آمادگی برای مذاکره ندارن. شاید هم شرایط اونا برای مذاکره با اینا هویت اینا رو محو میکنه. بنده هم زبانم قاصر است از اینکه مطلبی رو عرض بکنم، از این موضوع عبور میکنیم. اما رئیس جمهور منتخب در جریان این سخنان که صبح روز سه‌شنبه 3 اردیبهشت ماه در هیئت دولت ایراد شد، یه دروغ خنده‌دار دیگه هم گفت. مقطعی که صدام میخواست به کویت حمله کنه و از ما خواست که یا ما کمکش کنیم یا سکوت کنیم. ما بودیم که عربستان نجات دادیم، ما بودیم که نذاشتیم عربستان اشغال بشه، نذاشتیم امارات اشغال بشه. ما حق حیات به گردن شما داریم. این دروغ نیست، این تعارف نیست، این شعار نیست. اینا بودن که سفارت عربستان اشغال کردن، اینا بودن که زیر گوش عربستان شبه نظامیان شیعه رو مسلح کردن تا از عربستان باج بگیرن. ارتش آمریکا به همراه متحدانش در سراسر دنیا از ناتو تا ژاپن اومده بودن عربستان تا ازش محافظت کنن. بعد رئیس جمهور حکومت اسلامی میگه ما بودیم که از عربستان محافظت کردیم صدام حمله نکنه. اتفاقا صدام حمله کرد به عربستان، اما در مدت چند ساعت ارتش آمریکا به همراه متحدانش تمام نیروی زرهی صدام رو نابود کرد. رئیس جمهوری که از این دروغ‌ها بگه، اونم در برابر دوربین‌های تلویزیونی، یا به بیماری لاعلاج مالی خولیای سرخه‌ای دچار شده یا از شدت ترس مشاعرش رو از دست داده. ملت‌ها راضی نیستن تحت نفوذ و تأثیر تصمیم گیرانی باشن که یا دوست این ملت نیستن یا دشمن این ملتند. اما در هفته‌ای که گذشتم همچنان سرزدگان در شرایط سختی روز رو به شب و شب رو به روز رسوندن. بعد از فروکش کردن سیل، مشکلات اصلی مردم آغاز شده. در برخی مناطق مثل آقلا همچنان مردم در خطر سیل مجدد قرار دارند و خلاصه همچنان مردم ایران اسیر ناکارآمدی جمهوری اسلامی در انجام وظایفش هستند. بابا بابامون همه مرشون رو در ما بدبخت شدیم. این دو تا خونه هامون هم از دست رفت. فقط ما موندیم، چادر لازم داریم. فقط همین رو لازم داریم. یه سری به ما بزنن که درد دل کنن بامون، بمون بگن ما چه مونه، بچه هامون رو ببینن. خود زندگیمونو ببینن، اساسمونو ببینن، کجا تو بیابون نشستیم. واقعا یکم مسئولتون وجدان داشته باشه که یه سری به ما بزنه. وجدان علی خامنه ای و روحانی کجاست؟ وجدانشون کجا مسئولان؟ وجدانشون اینه؟ بچه همشون موندن؟ رو خاک بخوابن؟ به این دلیل مردم ایران باید به طور جدی به فکر تغییر تصمیم گیرانشون باشن. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید.
اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید و چی؟ کمک رسانی با اپوزیت رو هم از یاد مبرید. راه کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده، آدرس پستی، حساب بانکی و حساب پیپل، که حساب پیپل از همه راه ها آسان تره. اگر حساب پیپل نداریم میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com یا zit.com و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارتتون به اپوزیت کمک کنید. در ضمن رادیو شمرون رو هم از یاد مبرید. شنبه ها با برنامه داف نیوز با آرتین پرتوبیان و یک شنبه ها با برنامه گذری در تاریخ همراه با خسرو پروهر در رادیو شمرون در خدمتتون هستم. تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی.